دف سامخ خط عمود الف رو شروع میکنیم. رباطای از سامخ زین عمود وت دو کلمه آخر. تا اینجا پس یاد گرفتیم از هقش، از خواهر زن به بقیه عرایوت تورا، همینطوری که خواهر زن باش قیدوشین توفست نمیشه، با بقیه خیاب کریتوت هم قیدوشین توفست نمیشه. گمار میپرسه ای هاخی بالای سامخ ختم و دالف افیلو نیدا نامی، اگه اینطوره که با همه عرایوت قیدوشین توفست نمیشه، تو پارشای عرایوت آخرین اروا نیداه، پس با زن نیدا هم قیدوشین توفست نشه. علام آمر عبایه، پس چرا عبایه اومده گفته هکل مدیم به با الهنیدا و الهستوتا شن هبلاد ممزر؟ همه قبول دارن که اگه شخص رفت با زن نیداش، یا بعد از اینکه شوهره اومد و اختار داد گفت خانم با فلانی پنهان نکن، زنه رفت و پنهان کرد و میخواست ببره زنشو آب سوتابش بده، بعد رفت با زن سوتاش خلوت کرد و رابطه داشت، شئن هولاد ممزر، از کجا میدونیم که بچه ممزر نیست؟ فما میدونیم این دوتا با هم دیگه میره، که هر وقت که قیدوشین توفس نمیشه بچه میشه ممزر. اینجا با نیدا داریم میگیم بچه از کجا میدونیم که ممزر نمیشه؟ آمر خیزقی آمر قرا اوتی نیداتا آلاو، باشد اون نیداش بر او، و از کلمه اوتی داراش میکنیم افیلو به شرط نیداتا تهه با هوایا، حتی اگه زن نیدا باشه قیدوشین باهاش توفس میشه. پس اینجا ما میایم نیدا رو از هقش میکشیم بیرون که با نیدا قیدوشین توفس میشه و ولاد ممزر نیست، بقیه یه هقش رو سر جاش نگر میداریم. پایین دف سامخ زین عمود بت هقش کردیم، گفتیم همونطور که اخود ایشا لو تافسی با قیدوشین، افکل عرایات کولام لو تافسی با قیدوشین، برمیگردیم به اون هقش، همونطور که با خواهر زن قیدوشین خلده میشه خیب کارته، با عرایات دیگه هم قیدوشین توفست نمیشه. میخ دیگه ما رو میپرسه ای کال اقوشی لنیدا و ای کال اقوشی لاخوت ایشا، ما میتونیم بقیه خیابه کریتوت رو یا مقایسه بکنیم با نیدا و بگیم همونطوری که با نیدا قیدوشین توفس نمیشه، با بقیه خیابه کریتوت هم قیدوشین توفس نشه، و میتونیم حقش بکنیم با خواهر زن، و همونطوری که با خواهر زن قیدوشین توفست نمیشه، بگیم با بقیه خیبر کریتوت هم قیدوشین توفست نمیشه. مای خازیت دمقشت لهول اخوت ایشا، چرا اومدی تو هقشش کردی با اخوت ایشا و گفتی توفست نمیشه؟ اقشال نیدا، بیا هقش بکن با نیدا و بگو با بقیه خیابه کریتوت قیدوشین توفست میشه. که من میگه قولا و خومرا لخومرا مخشینان، ما وقتی میتونیم هقش رو بکنیم سبک بگیریم، یا میتونیم هقش بکنیم به بس سخت بگیریم، هقش میکنیم به بس سخت میگیریم. و این جواب اولمونه که قیدوشین با خیابه کریتوت توفست نمیشه از هقش خواهر زن. از پاسوق کل اشری اصه میکل حتوه و تایله و نیخره تو، هر کسی که این اعمال مکروه رو انجام بده کارت داره، یاد گرفتیم. میریم سر جواب دوم، از کجا میدونیم که قیدوشین با خیاب لاوین توفس نمیشه؟ رب اخا بر یعقوب آمر ات یا به قلب خمر می یه واما، میتونم خیاب کلیتوت و قلب خمر بکنم از یه واما یاد بگیرم. یه زنی که شوهرش فوت کرده منتظر ییبون بشه بدون فرزند، اومه یه واما شهی بلاو، همونطوری که یه واما نهی توراست، لو تیهی اشت همت هخود سال ایش زار، لو تافسی با قیدوشین، قیدوشین با یه واما توفست نمیشه. اگه یه مردی اومد رفت به زنی که منتظر ییبومه کسف قیدوشین داد، قیدوشین توفست نمیشه. خیاب میتوت و خیاب کرتوت لو کل شکن، اگه ایسورش کارته یا ایسورش میتد به دینه، نه صد چندان که قیدوشین توفست نشه.
گمار میگه ایهاخی اگه اینطوره شعر خیاو لاوین نامی با بقیه لاوهای تورا نهیهای تورا هم بیا بگیم همینطور باشه که این قیدوشین توفسین به خیاو لاوین از این بممتسینو یاد بگیریم مثل شیطه ربی عقیبا. شاید واقعا ربی عقیبا راست میگه، ربی عقیبا میگه حتی قیدوشین با خیاو لاوین توفس نمیشه. خب پس بیا مثل ربی عقیبا بگیم آمر افاپا خیاو لاوین به هدیا کتیبهو. میگه این که قیدوشین با خیاو لاوین توفس میشه، ما اینو به فروش براش پاسخ داریم کی تیهه نال ایش شته نشیم. وقتی که مردی دوتا زن داره، ها اخت اهووا و ها اخت سنوا، یکیشون رو دوست داره از یکیشون متنفره. اگه اول زاده از اون زن سنوا است، باید سهمی اول زادی رو به پسرش بده. گمار میپرسه وخیش سنوا لیفنه هماغم و اهووا لیفنه هماغم. و طریقه که رشی یاد میگیره نگاه بکنید، رشی وخیش اهووا لیفنه هماغم کلومر، حدود 15 خط مونده به خطای 5 تو رشی، وخی اهواتو او سین آتو شل بعل خشووا لیفنه هماغم لشنوت دین هنخلا بیشویلا. آیا این که شوهر از زنش تنفر داره یا دوستش داره تو چشم عقل شوهر خوب فرق میکنه که قوانین ارسیه رو به خاطر این عوض بکنه؟ شهوت رخ کاتوب لیختوب لویا خوله وکر ات بینها اهووا، که تو رو بیاد فرمان بده او تو نمیتونی به فرزندی که از زنی که دوستش داری آوردی اونو اول ذات حساب کنی. لو حوله لمیختب الا، کافی بود پاسخ فقط بگه کی ات هب خور یا کیر، اولزاد رو بعد بشناسی. حالا مال هر زنی که میخواد باشه باشه. و انا یادنا لوشنا ایمو اهووا و لوشنا ایمو سنوا، و من میفهمیدم فرق نمیکنه حالا مادرش این اهووا است یا سنوا است. الا پس وقتی تو رو میگه اهووا، اهووا به نیسوئها، اهووا یعنی حقودش بارخو مورد پسند قرار میده این ازدواج رو. و وقتی میگه سنوا یعنی سنوا به نیسوئها، یعنی این ازدواج رو حقودش بارخو نمیپسنده. چه ازدواجی رو؟ خیاو لاوین. یعنی حتی اگه شخص بره با خیاو لاوین و قیدوشین بکنه، قیدوشین توفس میشه. و قامه رحمانا کیتی هینا، پاسخ داره میگه اگه باشه، اگه اومد و زن تو شد، این زنی که تو بهش متنفری، اینطوری ترجمهش نکن، ترجمهش بکن اون زنی که حق دوش بارو خوب با ازدواج تو با این از این ازدواجه تنفر داره. ولی با این وجود کیتی هینا، قیدوشین با خیاو لاوین توفس میشه. به خاطر این که مرا داره جواب میده، ما نمیتونیم بیام از یقواما که چون قیدوشین با یه واما توفس نمیشه، از یه واما یاد بگیریم که با بقیه خیاو لاوین هم قیدوشین توفس نشه. گمار میپرسه اول ربی عقیبا ده آمر این قیدوشین توفسین به خیاو لاوین. آی طبق ربی عقیبا که میگه قیدوشین با خیاو لاوین توفس نمیشه، کی تیهینا به مای مقیم، این پاسوق کی تیهینا لعیش شته نشیم و چطور پا برجا میکنه؟ میگه اون به آلمانا لکوهن گادول، اون در مورد یه کوهن گادولی که رفته با یه آلمانا ازدواج کرده، اونجا اون قیدوشینی که عقدش بارو خود تنفر داره، ولی قیدوشین توفس میشه. او که در ربی سیمی و طریقهی که رب سیمی یاد میگیره ربی عقیبا رو، که میگه آلمانا با کوهن گادول قیدوشین توفس میشه. دتنیا ربی سیمی و ربی سیمی میفرمید مین هکل هایا ربی عقیبا اوسه ممزر، ربی عقیبا از هر ازدواج خیاو لاوین بچه رو دین ممزر بهش میده، خود اسم آلمانا لکوهن گادول، به جز وقتی کوهن گادول رفته آلمانا گرفته شهر آمرا تورا، اونجا تورا گفته ولو یه خلل زرعو، نسرشو خلال نکنه، غیر کوهن نکنه، کوهن پاسول نکنه، خیلولیم اوسه. اگه آقای کوهن گادول رفت با یه آلمانا، نسلشو خلال کرده به این اوسه ممزروت، ولی نسلشو ممزر نکرده. پس فقط
از بین خیاب لاوین فقط کوهنگا دول با آلمانایی که قیدوشین توف اسمیشو بچه ممزر نیست، ولی بقیه خیاب لاوین اونجا قیدوشین توفس نمیشه و بچه ممزره. اول ربی یشواف، و طبق ربی یشواف که با ربی سیمای بحث میکنه، دعامر که میگه با او و نیتسوخ ال عقیبا بن یوسف، بیا داد بزنیم رو این عقیبا بن یوسف، همه دنیا رو ممزر میخواد بکنه. شهای عمر کلشن لو بیاب اسرائیل که میگه هر زنی که رابطه با او آسوره حولاد ممزر، بچهش میشه ممزر. یعنی حتی آلمانا با کوهن گادول هم طبق ربی شواف، اوکی، طریقی که ربی عقیبا رو یاد میگیره، بچه چیه؟ بچه ممزره. سوال اینه که طبق ربی شواف و پاسوق کیتی هینا برای چی اومده هنی خال ربی شواف؟ حالا اونم تبصره داره. طبق ربی شواف هم هنوز میتونم من این کیتی هینا رو یه جوری یاد بگیرم، ای لعپوقی مید ربی سیمی قاعته. اگه ربی شواف قانون کلی که گفته فقط برای بحث کردن با ربی سیمای بوده شاپیر، هنوز من میتونم بگم آره طبق ربی عقیبا حتی سر ایسوره کهونا اونجا قیدوشین توفس نمیشه، ولی سر خیاوه اسه، خیاوه اسه مثلا یه گره میتری که هنوز سه دوره نشده، تورا گفته فرمان امر داده، دور شلیشی یا ولهم بیغلشم، نهی نیست که نمیتونی تو بری با یه گر مصری دوره دوم ازدواج کنی، فقط امریه. میتونم استفاده بکنم پاسوق کیتی هینا رو که اگه یه بابایی یه زنی رفت با یه مصری شنی ازدواج کرد نباید بود بره، ولی اگه رفت اونجا قیدوشین توفس میشه. الائی تعماد نفش قامر، ولی اگه اینجا ربی شواف نایمده با ربی سیمای بحث بکنه، اومده داره دلیل خودشو میگه که اون وقت معنی میده طبق ربی عقیبا حتی تو خیوه اسه قیدوشین توفس نمیشه، و افیلو خیوه اسه، حتی تو خیوه اسه داره ربی عقیبا میگه بله این قیدوشین توفس نیست و بچه ممزره. به مای موقیملا، پاسوق کیتی هینا رو باش چی کار میکنیم؟ پاسوق داشتیم کیتی هینا لعیش شته ناشیم. اگه دو تا زن داره، یکی اهووا یکی سنوا، و یاد گرفتیم یه ازدواجی هست که به چشم حقادش بارخو سنواست ولی تیهینا قیدوشین توفس میشه، چه موردیه؟ به بعولا لکوهنگا دول، باید ربی شواف یاد بگیره کیتی هینا بر میگرده رو ازدواج کوهنگا دول با یه دختر غیر باکره. تو را دستور داده به کوهنگا دول و هو ایشا بیوتوله ها ییقاخ، فقط با باکره ازدواج بکن، ولی اگه رفت با غیر باکرم ازدواج کرد کیتی هینا به من یاد میده که قیدوشین توفس میشه. او میشنا، و چه فرقی میکنه بین به اولا با کوهن گادول که اینجا ربی عقیبا میگه قیدوشین توفس میشه، در صورتی که بقیه خیاوه اسه اونجا قیدوشین توفس نمیشه، چه فرقی میکنه؟ میشوم دهوله اسه شئن شاوه و کل، به خاطری که این فرمان امری که اینجا تو رو به کوهن گادول داده یه فرمانیه که شاوه و کل نیست، روی همه پیاده نمیشه، فقط برای کوهن گادوله، روی همه اشخاص نیست. بنابراین اینجا ربی عقیبا میگه قیدوشین توفس میشه. نقطه گمان میپرسه و ربانان، چطور ربانان از این پاسوق کیتی هینا یاد میگیرن که قیدوشین با خیاوه لاوین توفس میشه؟ عد موقیلا به خیاوه لاوین، به جای اینکه یاد بگیرن که قیدوشین با خیاوه لاوین توفس میشه، نغمه به خیاوه اسه، بیان از این کیتی هینا یاد بگیرن که فقط قیدوشین با خیاوه اسه توفس میشه، مثلا یه میسری شنی با اسرائیل،
در صورتی که خیاو لاوین قیدوشین توفس نمیشه. از یواما یاد بگیریم، یواما لشوخ خیاو لاوینه باش قیدوشین توفس نمیشه، به بقیه خیاو لاوین دیگه هم قیدوشین توفس نشه. آی پاسوق کیتیهینا میگه میشه، بگو آقا کیتیهینا اومده به تو خیاو اثر فقط یاد میده نه خیاو لاوین. میفرماید هانی خیاو اسی به مینین هو، در مورد چه خیاو اسی پاسوق میتونه صحبت بکنه؟ ای شتهن میتریوت، اگه این شخصی که پاسوق میگه کیتیهینا لیش شته ناشیم، اگه مردی دوتا زن داره، این دوتا زنش هر دوتاش میتریوت هستن، شتهن سنو اخت، خب ازدواج هر دوتاشون منفوره تو چشم عقدش بارخو. ای اخت میتریت و اخت اسرائیلیت، اگه از این دوتا زنش یکیشون مصریه یکیشون اسرائیل درست حسابی کاشره، شته ناشیم مام اخاد با اینان، ما لازم داریم که هر دوتا زنها از یک قوم باشن. چون پاسوق لازم نبود بگه شته ناشیم، میتونست پاسوق بگه کیتیهینا لئیش ناشیم، وقتی که یه مردی زنها داره و من خودم میفهمیدم که یعنی دوتا زن. چون میگه شته ناشیم یعنی این دوتا زنها باید همتراز و مساوی باشن، نمیتونی یکیشون اسرائیلیت باشه یکیشون میسریت. پس چی باقی میمونه؟ ای به اولا لکوهن گادول، اگه بگیم اینجا کوهن گادول رفته دوتا زن داره، یکیش به طولاست و یکیش به اولا، می کتیو تیهینا لکوهن، آیا گفته وقتی که کوهن اینجا دوتا زن داره؟ پس اون نگفته هر وقت کوهن نمیزنه. بنابراین وقتی تو را میگه وقتی یه مردی دوتا زن داره، یکی اهووا یکی سنوا، روی خیاب اسه نمیتونه باشه. چه خیاب اسه ای میتونه باشه؟ هیچی. پس مجبوریم یاد بگیریم این پاسوق برمیگرده رو خیاب لاوین. و پاسوق وقتی میگه کیتیهینا یعنی هوایا با خیاب لاوین وجود داره و قیدوشین توفس میشه. و ربی عقیبا میگه نه، این قیدوشین توفسین به خیاب لاوین. سوال اینه که ربی عقیبا کدوم خیاب اثر رو پیدا میکنه که بگه این پاسوق کیتیهینا بر میگرده روی خیاب اثر که یاد بگیره قیدوشین با خیاب لاوین توفس نمیشه. میفهمید گمارا به الکرخاخ شفقل قرا دهو داخیق اموق انفشه. ربی عقیبا طبق شیطای خودش میاد پاسوق رو بر میداره، به سختی توضیح میده که چون شیطاش اینه که ربی عقیبا میگه قیدوشین با خیاب لاوین توفس نمیشه، بچه ممزره، مجبوره که بیاد این پاسوق رو برداره به سختی یاد بگیره که بر میگرده روی خیاب اسه، مثلا بگه داره در مورد یه مرد مصری که رفته با یه زن اسرائیلی تو داره صحبت میکنه، آی تو رو گفته شته ناشیم، اینا هر دوتاشون بعد مساوی باشن و بذار کنار. و یا یاد میگیره که اینجا در مورد کوهن گادول که دوتا زن داره، یکی به طولا یکی به اولا، کیتیهینا لکوهن، حالا پاسوق نگفته، اوکی زیاد سخت نگیر. چون شیطای ربی عقیبا اینه که باید یاد بگیره با خیاب لاوین حولاد ممزر قیدوشین توفس نمیشه، این پاسوق رو به سختی یاد میگیره که این پاسوق داره در مورد خیاب اسه صحبت میکنه. من اصلی اخ سامخ ختمود بت، از سامخ ختمود الف چار خد از پایین، و خل میشه ان لاخ آلاو ولو الاخرین قیدوشین، زنی که نه قیدوشین باش خل میشه نه قیدوشین زنه با کسی دیگه ای خل میشه، بچه‌ای که به دنیا میاد دنبال مادر میره. شیفخاکن انیت نخریت، گمار میپرسه شیفخاکن انیت مینالان، از کجا میدونیم که قیدوشین با شیفخاکن انیت توفس نمیشه و بچه‌ای که به دنیا میاد اینجا غلام میشه مثل مادره؟ آمر ابهونا، آمر قرا، پاسوق میفرماید ابراهام اومد به الیعزر و یشمائل گفت شبو لخم پا ایم حخمور، شما اینجا بمونید همراه با آقا خره. ام هدومه لخمور، قومی که شبیه خموره.
و همونطور که با یه چارپا قیدوشین توفس نمیشه، با شیفخا هم قیدوشین توفس نمیشه. عشق خان دل و تفسی و قیدوشین، ما پیدا میکنیم که قیدوشین با شیفخا توفس نمیشه. ولادا که متا مینالن، از کجا میدونیم بچه ای که به دنیا میاد غلامه مثل خود مادری که کنیزه؟ دامر قرا پاسخ میفرماید سر یه اودیوری اسرائیله که رفته با یه شیفخا کنانیت بچه به دنیا آورده، پاسخ میگه ها ایشا ویلاده ها تیهیه لدونه ها، زن و بچه هاش میمونن برای اربابه. اودیوری آزاد میشه، بچه ها میمونن پیش اربابه. یعنی چی؟ بچه ها دنبال مادر میرن. نخریت میره الان، از کجا میدونیم که با یه گویم قیدوشین توفس نمیشه؟ آمرقرا ولو تیت خطن بام، پاسخ میگه با اونها ازدواج نکن، قیدوشین باشون توفس نمیشه. اشکخ نادلو تافسی با قیدوشین، از این پاسخ پیدا میکنیم که قیدوشین باشون توفس نمیشه. ولاده که متاه مینالان، از کجا میدونیم بچه ای که به دنیا میاد از یه مرد اسرائیل با یه زن گویمه مثل مادر میره؟ آمر ربی یوخانان میشوم ربیشیم آن بن یوخای ده آمر قرا، پاسوق میفرماید ادامه همون پاسوقی که میگه ولو تیت خطن بام، میگه بیتخا لو تیتن لیونو، دخترتو به پسرش نده، او بیتو لو تیقخ لیونخا، و دخترشو برای پسرت نگیر. و بعد گمارو پاسوقو میگه کی؟ یاسیر ات بینخا مأخرای، به خاطر اینکه از راه بدر میکنه پسرتو از راه من. این یاسیر مذکره، یعنی وقتی که مادر اسرائیل باشه پدر گویم باشه، اون وقتی که پدر گویمه میاد پسرتو از راه بدر میکنه. ولی به هر حال اینجا بینخا خونده شده، یعنی وقتی مادر اسرائیل باشه این هنوز پسرتو حساب میشه. از اون طرف اگه مادر گویم باشه پدر اسرائیل، اون دیگه اصلا بچه تو نیست که بخواد از را به درش بکنه. بینخا هبا میسرائیلیت، نوه تو که از دختر تو که اسرائیلیته به دنیا اومده، قاروی بینخا، این هنوز پسر تو حساب میشه، اسرائیل هست. در صورتی که به این بینخا هبا مینها اوودت کخاویم قاروی بینخا، ولی پسری که از یه مادر گویم با پسر تو به دنیا اومده، این دیگه نوه تو پسر تو حساب نمیشه. الا بنا، بلکه پسر مادرشه گویمه. پس اینجا داره پاسخ میگه دختر تو به ازدواج گویمه در نیار، که مبادا بیاد نوه پسری تو از راه به در بکنه. ولی اگه مادره گویمه، پسر اسرائیل مادر گویمه، اون اصلا بچهش گویم کامله دیگه، از را به در شده خداییه. تصفوت یاد میگیره، میگه پدر زن گویمه مبادا بیاد پسر تو رو از را به در بکنه، گرفتی پسر تو دادی به یه زن گویم. از اینجا یاد میگیریم که مادر گویم بچه گویم، مادر اسرائیل بچه اسرائیل. آمر روینا میفهمد روینا شما میره به از اینجا یاد بگیریم بن بیتخا هبا مین هاود کخاویم قاروی بینخا، که پسر دختر تو که از یه پدر گویم به دنیا اومده، این بینخا حساب میشه. و در مورد اینه که پاسوق داره میگه کی یاسیرت بینخا مأخرای، مبادا بیاد این پسر دختر تو از راه به در بکنه. گمان میگه نیم قصا و ربینا اوود کخاویم و اوود هبا البت اسرائیل هولاد ممزر. خب بیا بگیم طبق ربینا اگه گوییم یا یه غلام رفته با یه دختر اسرائیل، بچه ای که به دنیا میاد بگیم حداقل ممزر باشه، چون ما میگیم دنبال پدرش نمیریم دنبال مادر میریم. پس مادر اینجا خطا کرده، بذار بچهش ممزر بشه. میگه نهید کاشر لو هوه، درسته که اینجا بچه یه کاشری نیست، یه اولای وجود داشته، ولی ممزر لو هوه، ولی بچه ممزر نمیشه، پاسول میقره، پاسول خونده میشه. اینجا ممزر وقتیه که پدرش اسرائیل باشه، رفته با یه زنی که قیدوشین باش توفس نمیشه، رفته و رابطه داشته با یه اشتیش مثلا، اونجا بچه ممزر میشه.
ولی اینجا بچه فقط پاسوله و نه ممزر. پس رابطه ما از لو تیت خطن بام یاد گرفتیم که قیدوشیم با یه زنی گویم توفست نمیشه. یاد گرفتیم از پاسوق کیسیر ما باده بیاد نوه رو از را به در بکنه بچه میشه گویم. گمان میگه ههو به شیب آگویم کتیف. این پاسوق در مورد هفت اقوامی که تو ارس اسرائیل زندگی میکنن کنعنی پریزی خیتی در مورد این هفت اقوام داره میگه. شعر اوموت مینالن. از کجا میدونیم اگه اسرائیل رفت یه زنی از بقیه اقوام گرفت، یه زن چینی گرفت، از کجا که قیدوشین توفست نمیشه و بچه دنبال مادر میره. آمر قرا میفرمید پاسوق کی یاسیرت بینخا. دلیلی که تو را میده که با هفت اقوام ازدواج نکن ما بود بیاد پسر تو از راه به در بکنه. وقتی میگه کلی کیاسیر لربوت میخواد شامل بکنه کل همه سیریم، همه اونایی که میتونن بچه رو از راه به در بکنن، فرق نمیکنه از هفت اقوام باشه یا از اقوام دیگه. گمان میپرسه هنی خاله ربی شیمون دداریش تعما دقرا. این جور در میاد طبق ربی شیمون که دلیل پسوقیم ها رو داراش میکنه و رشی میاره از گمانه بابا متسیا زن بیوهی که تو اومدی بهش پول قرض دادی تو رو میگه نرو ازش گرویی بگیر. ربی شیمون میگه این در مورد زن بیوه فقیر داره صحبت میکنه که وقتی تو ازش گرویی میگیری بعد شب بری گرویی رو بهش پس بدی، دوباره صبح بیای گرویی ازش بگیری، این کار تکرار بکنی اسم بد در میره روی در همسایه ها. در صورتی که اگه زن بیوه ثروتمنده اونجا اشکالی نداره، میتونه ازش گرویی بگیری، لازم نیست هر شب بخوای گرویی رو ببری اونجا پس بدی. و میتونم بگم طبق ربی شیمون که من خودم دلیلش رو میفهمیدم، پاسوق وقتی میاد میگه کیاسیر اتوین خوا، میدونی چرا نرو با اینا ازدواج کن؟ چون پسرت از را به در میکنه. او پس لربوت میتونی بگیم کلمات کیاسیر اضافیه، میاد شامل میکنه بقیه اقوام رو. الال ربانان که دلیلشو تو رو باید بهت بگه. پس کیاسیر اتوین خوا مخره هشم این کلمات اضافه نیست. سو مای تاما. از کجا ما میدونیم که ازدواج با یه گوییم غیر این هفت اقوام توفست نمیشه و بچه مثل مادر میره؟ آمر قرا پاسوق سر اشت یفت توار میگه و آخر کن. بعد از این که تو اسارت اینو گرفتی سی روز آوردی خونه سرش تراشیده شد ناخوناشو بلند کرد، اون وقت که تابو الها و علتاه میتونی باش رابطه داشته باشی و به عنوان زنی بگیریش. میکلال دم ایقارا لو تافسی با قیدوشین. یعنی قبل از این ماجرای سی روز و مو تراشیدن و ناخون بلند کردن قیدوشین باش توفست نمیشه. اشک خانده لو تافسی با قیدوشین پیدا میکنیم که قیدوشین باش توفست نمیشه. ولادا که متا مینالان. از کجا میدونیم اگه رفته یه زنی از بقیه اقوام گرفته بچه مثل مادر میره؟ آمر قرا کی تیهیه نال ایش. اگه مردی دو تا زن داشت، یکی اهووا یکی سنوا و یالدولو و برای او زاییدن برای مرده، حالا کلهی خادقارینان به کی تیهیه نا. هر جا که ما بتونیم پیاده بکنیم پاسوق کی تیهیه نا یعنی قیدوشین توفس میشه قارینان به و یالدولو، میتونیم پاسوقو بخونیم که میزن برای پدره، برای پدر اسرائیله. به خلهی خادل و قارینان به کیتیهینا. ولی اگه نتونیم پیاده بکنیم کیتیهینا، قیدوشین یعنی وقتی توفس نمیشه، لو قارینان به و یال دولو، ما نمیخونیم بچه‌ای که به دنیا میان دنبال پدره میرن بلکه دنبال مادره میرن. که من میپرسه ایهاخی اگه اینطوره شیفخا نامی کنیزم همینطور، که یعنی اگه ما میگیم هر وقت قیدوشین توفس نمیشه بچه دنباله مادر میره، چون که با کنیز قیدوشین توفس نمیشه بچه دنباله مادر میره، پس پاسوق ها ایشا ویلاده ها تیهی لدونه ها رو برای چی من لازم دارم؟ میفهمید اینا خینامی درسته؟
من از پاسوق کیتیهینا و یالدولو یاد میگیرم که بچه دنبال مادر میره. الا ها ایشا ویلاده ها تیهیه لعدونه ها لامالی. پس این پاسوقی که میگه زنه با بچه هاش میشن ماره اربابه، دیگه اینو برای چی لازم دارم؟ لکده تنیا، برای این برایتا پا عمر لشیف خاتو، شخصی که میاد به کنیزش میگه هرعت بعد خورین، تو آزادی. رشی رو نگاه بکنید، هامر لشیف خاتو معوبرت، به یک کنیز کنعانی حاملش میگه تو هرعت بعد خورین، به گت شیخرو رو زه، این گت شیخرو رو بگیر، تو آزاد. او ولادخا عبد، ولی بچه ای که توشی کمته الان یه ما دیگه میزایی دیگه، این بچه غلام بمونه. حولاد که متاه، میفرماید این غلام آزاد میشه همراه با گتشیخرور مادر، میره پیکارش. دیوره ربیوس اگلیلی و خاخامیم امریم دواراب قیامیم. خاخامی میگن نه، این شرطی که کرده شرطه، مادر آزاد میشه بچه غلام میمونه. میشوم شنمر، چون پاسو گفته ها ایشا ویلاده ها تیهیه لدونه ها، و گمار هاوامیناش اینه که این پاسوق هایشا ویلاده ها تیهیه لدونه ها برمیگرده رو گفته خخامیم. گمار میپرسه مای تالمودا، چطور من از کلمات هایشا ویلاده ها تیهیه لدونه ها یاد میگیرم که این بچه توی شکم مادر بعد از این که به دنیا بیاد غلام میشه؟ آمر راوا، راوا میگه ادربیوسه هگلیلی، میگه نه، این پاسوق هایشا ویلاده ها تیهیه لدونه ها مکمل کلمات ربیوسی هگلیلیه که گفته بود بچه طبق مادر میره و هر دوتاشون آزاد میشن. یعنی تا زمانی که این زنه کنیزه، بچه‌ای که تو شکم مادرش هم غلام به دنیا میاد، ولی وقتی که مادر آزاد شد بچه هم دیگه آزاد میشه. هایشا ویلاده ها تیهیه لدونه ها، هر دوتاشون با هم اگه کنیز و غلام باشن ماره اربابن، ولی اگه مادر آزاد شد بچه هم آزاد میشه. این برمیگرده رو گفته ربیوس هگلیلی. سامخ تتمود الف، میفرماید میشنا ربی طرفون عمر، ربی طرفون میفرماید یه خولین ممزرین لی تهر، میتونن ممزرها نسلشون رو تاهر بکنن. که چطور؟ ممزر شناسا شیفخا، ممزری که بره ازدواج بکنه با یه کنیز، هولد عبد، بچه‌ای که به دنیا میاد دنبال مادره میره میشه غلام. شیخره رو، غلامه رو میان آزادش میکنن، قشنگ خوب عالی. نیمتسا هبن بن خورین، پسره میشه یه اسرائیل کاشر. ربی الیزر عمر هرزه عبد ممزر، ربی الیزر میگه این بچه درسته که دنبال مادر میره، دنبال پدر ممزرم میره، پس میشه غلام ممزر. ایبای آلهو، سوال شد ربی طرفون لخط خیلا قامر او دی عبد قامر، آیا ربی طرفون گفته ممزر مجازه بره با یه کنیز لخدخیلا ازدواج بکنه؟ پاسوق توره هست که میگه ولو یهیه قادش میبنه اسرائیل، نباید در بین اسرائیل ها مردی باشه. تقوم قلوس میگه ولو یسف گبرا میبنه اسرائیل ایت تا آما، اسرائیل نمیتونه بره با یه کنیز ازدواج بکنه. حالا این ممزر چون که میخواد نسلشو تاهر بکنه، بره لخدخیلا از این پاس نهی تو را بگذره و بره با یه کنیز ازدواج بکنه، یا اینکه نه به دیبت اجازه نداره پاسوق تو را زیر پا بذاره، ولی اگه رفت و زیر پا گذاشت و با یه شیفخا ازدواج کرد و یه بچه به دنیا آورد، میگیم اون بچه غلامه و به این طریق نسلش کاشر میشه. لخدخیلا میتونه از نهی تو را بگذره یا نه؟ تاشما گمار میفهمید بیا و بشنو، امرولو لربی طرفون، اومدن به ربی طرفون گفتن آقای رب طرفون تی هر تایت از زخاریم، شما آقای رب طرفون اومدید مذکرها رو تاهر کردی. رشی شیل خو لما قوم شئن مکیرین، پا میشن یه مرد ممزر میره توی محلی که نمیشناسنش، به یومر عبدنی
میره میگه من غلام هستم، ونوسه شیفخا و یک کنیز بهش میدن میگیره و این موخه به یادو، کسی هم نیست که اعتراض بکنه بگه تو به چه حقی داری شیفخا میگیری، ولو تیهر تا ایتن قوت، ولی مؤنث های ممزره تو چیکار میکنی؟ میفهمید رشی اندرخ ایشا لگلوت میمقو ما، راه زن نیست که پاشه بره گالوت از محل زندگیش اول بقش تخبولوت لیسا به ستر بره دنبال چار اندیشی و پنهانی بخواد بره ازدواج بکنه، مآخر شیش مخین به یادا، و از اونجایی هم که تو محلی که داره زندگی میکنه اگه بخواد بره با یه عوض ازدواج بکنه اعتراض بهش میکنن. حالا برگردیم توی گمارا، و ای امرت لخطخیل قامر، و اگه رفترفون داره میگه یه ممزر میتونه لخطخیل بره با یه کنیز ازدواج بکنه، ممزرت نامی تین سیبل عبدا، یه ممزرت هم لخطخیل میتونه بره همینجا که هست با یه غلام ازدواج بکنه. پس از اونجایی که اومدن به رفترفون گفتن آقای رفترفون تو فقط چاره اندیشی کردی برای مذکرها، برای مؤنثا که کار نتونستی بکنی. پس اینجا باید بگیم رفترفون گفته بدیه بد، این طرف مذکره میتونه پاشه بره یه جای دیگه که نمیشناسنش یه کنیز بگیره، این فقط چاره اندیشیه برای مذکرها. یعنی رفترفون فقط حرفشو بدیه بد زدی که اگر رفت و گرفت اون وقتی که نسلشو طاهر کرده، نه لخطخیلا، چون اگه لخطخیلا می بود زنم میتونست بره با یه غلام ازدواج کنه. گمار میگه چی میگی؟ عبد ان لو خیس، اگه بره ممزرت با یه غلام ازدواج بکنه بچه چی میشه؟ بچه دنبال مادر میشه ممزر. عبد که اصل و نسب نداره که بچه دنبال پدره میره، به خاطر اینه که برای نقوار راه چاره‌ای نیست. میتونه واقعا رفترفون حرفشو لخطخیلا هم گفته باشه، ولی ازدواج ممزرت با عبد کاری رو از پیش نمیبره. تا شما بیا و بشنو، هنوز سوال داریم، پس رفترفون حرفشو لخطخیلا گفته یا بدیه بد؟ ده اوش پزیخنه دربی سیم لای ممزر هوا، این مهماندار مذکر روی سملای ممزر بوده و آمر له و رو سملای به این مهماندارش میگه ای اقدم تاخ، اگر مقدم شده بودم بر تو، یعنی اگه قبل از این که رفته بودی و ازدواج کردی میومدی با من مشورت میکردی، تهرتین هو لیوناخ، من میتونستم پسر تو طاهر بکنم. چی جوری؟ لیخورا میومده مشورت رفترفون بهش میداده، میگفته برو با یه کنیز ازدواج بکن، بچهات غلام میشن، غلام رو آزاد بکن، خوب و عالی. ای امرت بیشلمال لخطخیلا شافیر، حالا اگه یاد بگیریم که رفترفون میگه لخطخیلا میتونه ممزر بیاد پاسوق تورا رو زیر پا بذاره بره با یه کنیز ازدواج بکنه چون که میخواد نسلشو طاهر بکنه، اینجا گفته یه رو سیملای رو میتونم بفهمم، اگه قبل از ازدواج پیش من اومده بودی من بهت مشورت میدادم که برین کار بکنی، الهی امرت دیه بد. ولی اگه بگیم که رفترفون گفته بدیه بد، اگه غلام رفت و کنیز گرفت بچهشو میتونه طاهر بکنه، معینیهو، این مشورتی که رو سیملای به این مهمان دارش میداد چه مشورتی میبود؟ که مار میگه ده من سیوله اتسا و آمله، اینطوری بهش مشورت میداد، میگفت زیل گنوف برو بدزد و ایز دبن و فروخته میشی به اوه دیوری به عنوان یه اوه دیوری، وقتی که به عنوان اوه دیوری فروخته بشی لخطخیلا میتونی با کنیز ازدواج بکنی و نسل تو طاهر بکنی. خط اول پهن تو رشی کلمه دوم میفرماید رشی اولهاخی ناقت زیل گنوف، به این دلیل میگه برو بدزد و هو هدین نامی ما زیل اقشویه. حالا اینجا گمار میتونست بپرسه یعنی چی؟ میشاری لانسوب اتصال میگنف؟ چطور میتونست بیاد مشورت بده بگه برو بدزد؟ مگه مجازه مشورت بده برو دزدی بکن که تو رو به عنوان غلام بفروشن؟ مگه میشه؟
الا می قشه آخرت سلیقا، بلکه اینجا گماره یه قشه دیگه میپرسه. دعی هبه مقشله های، چون اگه این قشه رو میپرسید هبه ما تیله لشنویه، گمار میتونست جواب بده. الا ده آمله مخرت مخا، نه برو خودتو بفروش لعبد به عنوان غلامی، لعبد ایوری او که ربی الیزر ده آمر به پرق غما زوزه رب و مصر لشیف خای کننید. طبق روی الیزر فرق نمیکنه چه خودتو فروختی چه دزدی کرده بودی به دین تو رو فروخته، تو هر دو مورد میتونی بری با کنیز کنعانی ازدواج بکنی. به خاطر همین گمارا اون سوال رو نپرسید. چه سوالی رو میپرسه گمارا؟ او ویشنه در روی سیملای او دیوری می هوا، مگه در زمان رو سیملای او دیوری وجود داشته؟ قانون او دیوری وجود نداشته. و هم ارمر این او دیوری نوهگ الا بیزمن شه یوول نوهگ، قوانین او دیوری پیاده میشه وقتی که قوانین یوول پیاده بشه و دوره بعید شنی قوانین یوول در کار نبوده. پس تنها مشورتی که میتونه سوش بده چیه؟ برو یه شیفخا بگیر، لخط خیلا هم برو بگیر. الالاف شم امینا رب ترفان لخط خیلا قامر. پس از اینجا میتونیم ثابت بکنیم که رب ترفان لخط خیلا گفته. اگه قبل از این که ازدواج کرده بودی اومده بودی پیش من، من بهت این مشورت رو میدادم. تنها مشورتی که میتونه وجود داشته باشه اینه که برو با کنیز ازدواج بکن. چی؟ لخط خیلا یه به دیه بد لخط خیلا شم امینا. پس این ثابت شد. آمر رب یهود آمر شموئل، میفهمید رب یهود آمر شموئل هلاخا که ربی ترفان، هلاخا مثل رب ترفانه که لخط خیلا میتونه ممزر بده نسلشو تاهر بکنه با ازدواج با شیفخا کنعانیت. فقط اینجا یه سوال است، با پاسوق این به گپو یا و به گپو یتسه چکار میکنیم؟ که اگه دست خالی اومده باید دست خالی بره، مشمول که اربابش نمیتونه بهش کنیز بده. بپاشیم توضیح میدن، اربابه نمیتونه بهش کنیز بده ولی خودش میتونه بره کنیز بگیره. ربی الیزر و مرب الیزر میفرماید هرزه عبد ممزر، اگه رفت و این ممزره ازدواج کرد با شیفخا کنعانی بچه نمیشه عبد، بچه میشه عبد ممزر. آمر ربی الازار، ربی الازار میگه میتم در ربی الیزر، دلیل ربی الیزر که میگه بچه میشه عبد ممزر چیه؟ آمر قرا پاسوق اومده گفته لو گم دور اسیری لو یا و لو بی خلشم، یعنی چی؟ حلخ آخر پسولو، دنبال پسولش برو، این همیشه ممزر میمونه تا ده ها دوره این ممزره. اگه این ممزر رفت و شیفخا گرفت بچهش هم هنوز نمیتونه بیاد با اسرائیل ازدواج کنه. گمان میگه و ربانان، آی طبق ربانان که رب ترفان میگه بچهش ممزر نیست، با این پاسوق لو چی کار میکنه؟ میگه ههو به اسرائیل شناسا ممزرت. اون پاسوق داره صحبت میکنه در مورد یه اسرائیلی که رفته یه ممزرت گرفته و پاسوق لو به من داره یاد میده که بچه‌ای که به دنیا میاد ممزرت. سل قدرت آخ امینا من ممکن بود فکر کنم لمیش به خودم لبت ابوتام کتیف. پاسوق میگه طبق خانواده پدری برو جلو و اینجا بچه کاشر باشه چون که پدرش اسرائیله. آتا لو اپقه، این کلمه یه لو میاد خارجش میکنه، میگه نه بچه ای که به دنیا میاد ممزره، ولی ممزری که بره کنیز بگیره طبق ربانان بچه ای که به دنیا میاد غلامه و نه ممزر. و ربی الیزر، آی طبق ربی الیزر که اگه ممزر بره با کنیز ازدواج بکنه بچه میشه ممزر، و اینو گفتیم از لو یاد میگیره. لو رو لازم داریم برای اسرائیلی که رفته ممزرت گرفته. میگه لاو افل گفده کاتب لمیش به خوتام لوت اووتام، مگه نه این که با وجودی که پاسوق داره میگه طبق فامیل پدر برو آتا لو اپقه، اومدی کلمه یه لو رو استفاده کردی گفتی وقتی یه اسرائیل رفته ممزرت گرفته بچه ممزره. پس هاخانامی اینجا هم ممزر که رفته کنیز گرفته افل گفدیختیو هایشا ویلاده ها تیهیه
لدونها، با وجودی که پاسخ میگه بچه و مادرش مال ارباب است، یعنی بچه ای که به دنیا بیاد مثل مادر است، آتالو اپقه. اینجا کلمه یه لو میاد میگه نه، پدرش ممزره، بچه میشه ممزر. و ربانان، آی خخامین با این برهان ربی الیزر چی کار میکنن؟ خخامین که میگن اگه اسرائیل رفته ممزرت گرفته، بچه میشه ممزر. اگه ممزر رفته کنیز گرفته، دنبال مادر میریم، بچه میشه عبد، میتونه آزادش بکنه، بچه میشه کاشر. میگه نگاه بکن، کل ولد بمعی شیفخا کنعنیت که ولد بیمعی بهمادامی. میگه هر بچه‌ای که تو شیکم یه کنیز کنعنیه مثل یه بچه‌ایه که تو شیکم یه چارپاه، و وقتی چارپا بچه به دنیا میاره هیچ رابطه‌ای به پدرش نداره، این کنیزم که بچه به دنیا میاره هیچ رابطه‌ای به پدرش نداره، پدرش ممزره، نگاه مادرش بکن، کنیز بوده، بچه میشه غلام نه ممزر. هدران آلاخ ها عمر پرق ربیعی اسارا یخسین آلو میبابل. 10 تا اصل و نسب های مختلف بالا اومدن همراه با ازرا از بابل. میفهمید رشی که شالو به نه گلا او به گمار مفارش لاد اشمه اینان شمیش با خود شه به بابل میوخاسو تن. گمار توضیح میده که خانواده هایی که توی بابل موندن همشون اصل و نسب دار موندن، شهیفریش ازرا کلا پسولین میشام و هولیخان ایمو. ازرا اومد همه پاسول ها رو ازشون جدا کرد، با خودش اوورد ارس اسرائیل. همه اینا که تو بابل موندن همشون نسل و نسب دار موندند. کیا حالا بالا اومدن همراه با ازرا از بابل اومدن اسرائیل؟ کهنه، کهنیم ها، لویه، لوی ها، اسرائله، اسرائیلیم، خلاله، کهن های خلال که مثلا پدر کهن گادولش رفته با المانا یا پدر کهنش رفته با مطلقه یا خلیصا گرفته، بچه شده خلال، گره، گریم و خروره. خروره یعنی غلام های کنعانی آزاد شده. ممزره، ممزریم ها، بچه میدونیم حرومزاده میشه وقتی که مرد بره با زنی که قیدوشین باش توفس نمیشه رابطه داشته باشه و بچه دار بشه. نتینه، ناتین ها که میدونیم دوره یهوشوع، یهوشوع اومد اونها رو و ایتنم یهوشوع بیام هاو خطبه اتیم به شعبه مین پاسخ میگه، اونها رو قرار داد، به این دلیل اسم نتین گرفتن که آبکش بشن و هیزم بر. بعدن یهوشوع و داوید روشون گذره کردن که اینا لو یاو بقهال، به خاطری که رحمانوت نداشتن این ناتین ها. شتوقی و از صوفی که میشنه الان توضیح میده، شتوق از سکوت میاد و از صوفی از جمع کردن، اینا هر دوتاشون صافق ممزریم هم، میشنه الان توضیحشون میده. کوهنه لویه و اسرائیله متارین لابو و زوازه، کوهنه و لویه و اسرائیل ها مجازه با هم دیگه ازدواج کنن. لویه اسرائیله خلاله گری و خروره متارین لابو زوازه، لوی اسرائیل نه کوهن، لوی اسرائیل خلالیم گریم و غلام های آزاد شده میتونن با هم دیگه ازدواج بکنن. کوهن البته ایسور داره، ایشا زنا و خلالا لو یقاخونه، میتونه خلال بگیره یا پایین تر از اون. گری و خروره ممزره اون تینه، شتوقه و اصوفه کولام موتاریم لاوه زبازه. همینطور گر و غلام کنانی که آزاد شده، ممزر و ناتین و این صافق ممزری ما همشون مجازه با همدیگه ازدواج بکنن، ولی طوره میگه لو یاوه ممزر بیق حلشه، نمیتونن ممزرها بیان با کوهن لوی و اسرائیل. و این که میتونن با گرها ازدواج بکنن، میشنه ما طبق شیطایی میره که قهل گریم قهل حساب نمیشن. و الو هم شتوقه، اینها هستن شتوقه، کل شهو مکیر تیمو و اینو مکیر ات آویف، اگر مادرشو میشناسه و پدرشو نمیشناسه، که اگه صدا بزنه بگه بابا بابا
مادر ساکتش میکنه، بهش میگن شتوقی. اسوفه کلش نصف مینه شوق، اگه بچه رو از بازار جمعش کردن و بردنش تو خونه، و اینو مکیر لو ات آویو و لو ایمو، و پدر مادر نشناسه، ایش کدومشون رو نمیشناسه. ابا شاول هایا قره لشتوقی بدوقی، ابا شاول میگفته این شتوقی ها بدوقی هستن، یعنی کسی که احتیاج چک بکنن ببینن پدرش کیه، میتونن برن از مادره بپرسن بابا تو با کی رابطه داشتی این بچه به دنیا اومده. اصار و یخسین آلومی بابل، گفتیم 10 تا اصل و نسب های مختلف بالا اومدن از بابل. مای ایریادتانی آلومی بابل، چرا میگه بالا اومدن از بابل؟ نیتنه حال خول ارس اسرائیل، میگه رفتن ارس اسرائیل، میگه میل تا اگر اورغه قامش مالان. اینجا داره میشنا در حینی که این چیز به ما یاد میده این چیز دیگه هم یاد میده، که ده تنیا همطور که ما خوندیم تو برایتا و قمتا و آلیتا الهمقام اشر یوخر اشم الوکخا، برخیز و بالا برو به اون محلی که عقادش بارخو انتخاب کرده. یعنی چی بالا برو؟ ملمت چه به تمیقداش گاوو هم میکل ارس اسرائیل، یاد میگیریم که به تمیقداش بلندتر از تموم ارس اسرائیل، و ارس اسرائیل گاوو هم میکل هاراسوت، و ارس اسرائیل بلندتر از بقیه سرزمین های دیگه. بنابراین میگه اسارا یوخسین آلو می بابل، بالا رفتن از بابل، یعنی ارس اسرائیل از بابل بالاتره، که من میگه بیش لما بیت همیقداش گاوا میکل ارس اسرائیل ها اینو دیختیب. درسته که بیت همیقداش بلندتره از همه ارس اسرائیل، اینی که پاسوق میگه دیوره ریوت بیش آرخا، وقتی که در دروازه های تو نزاع هست و قمتا و آلیتا، پاشو برو اون محلی که عقادش بارخو انتخاب کرده، برو لیشکت هگازیت تو بیت همیقداش، برو سنهدرین بالا برو. الا اسرائیل گابو همیکل الاسات میلالان، ولی از کجا میدونیم که ارس اسرائیل از بقیه سرزمین ها بلند تره؟ میفهمی یا دیختی پاسخ داریم، لاخن هینه یامیم باییم، اینک روزهای خواهد اومد. پاسخ در مورد آخرین نجات صحبت میکنه، نعومشمشم میگه ولو یوم رو اد خیشم اشره الا ات بن اسرائیل مرس میسرائیم، دیگه نمیگن جاودان باشد حقادش بارخوی که بن اسرائیل رو از سرزمین مصر بیرون آورده، کی ایم خیشم اشره الا و اشره وی ات زرع بت اسرائیل مرس صافونا، بلکه معجزه های اتفاق میفته و میگن هاشم جاودانی بوده که بالا آورده نسل اسرائیل ها رو از شمال اومیکل هاراتسوت اشر هیدختیم شام، و از تمام سرزمین هایی که اونجا هاشم اونا رو پراکنده کرده و بالاشون آورده تو ارس اسرائیل. از اینجا میگیم که ارس اسرائیل از بقیه سرزمین های دیگه بالاتره، که ما هنوز میپرسه خب من ایری آدتانی آلو می بابل، چرا باید میشنا بگه بالا رفتن از بابل؟ نیتنه آلول ارس اسرائیل، بگو بالا رفتن به ارس اسرائیل، و هنوز داری به من یاد میدی که ارس اسرائیل بالاتره. میگه مثل یلل ربی الازار، کمک میکنه و گفته ربی الازار دام ربی الازار لو آلا ازرا می بابل عدش اصا کسولت نقیا و آلا، ازرا از بابل خارج نشد بالا بر ارس اسرائیل تا اینکه تبدیل کرد بابل رو مثل یک آرد اعلا و بعد بالا رفت. همونطوری که رشی خوندیم تموم پسولیم ها رو با خودش برد و فقط تو بابل کوهن لوی اسرائیل باقی گذاشت. رشی می فرماید خط چهارم از بالا، مثل یلل ربی الازار دنا قد تانا دیدان لیشنا یترا، اومده میشنای ما گفته آلو می بابل، واژه اضافه استفاده کرده لعشمعینان که به ما یاد بده شکل ات مشل ازرا لنقوتت بابل نیت کبن، تموم کوانای ازرا که پاشه بره از بابل ارس اسرائیل، کواناش پاک کردن بابل بوده. لفی شراء اوتام شنیت آره و باهن، چون دید
از غیرهایی که اومدن باهاشون قاطی هستن. ورآش آیو خخمه هدور اولی نیمو، و دید که خخامیم دورم دارن باش پا میشن میان ارس اسرائیل. و این اد به بابل شهید از اقلیو دوق با هن لیخسان، و کسی دیگه نیست تو بابل که اگه خواستن دو نفر با هم ازدواج کنن اصل و نسبشون رو در بیاره. آمد و هیفریش پاشد و جدا کرد پسول هند پسولاشون رو، و هولیخان ایمو با خودش بالا برد. شمشم ناسب نسلی اخت افسامخ تت عمود بت، شروع میکنیم از خط اول پهن ایتمر. ابی آمر آلو معلهن تنان، ابی یاد میگیره این پسولیم ها از خودشون پاشدن رفتن با ازرا ارس اسرائیل. و راو آمر هعلوم تنان، و راو یاد میگیره که نه به زور ازرا اومد اینها رو بالا برد از بابل. و قامیف لگی به در ربی الازار، و بحث میکنن ابی و راوا روی گفته ربی الازار. دام ربی الازار و الازار میفرماید لو آلا ازرا می بابل عدش ازا آه که سولت نقیا و آلا، بالا نرفت ازرا از بابل تا اینکه اومد بابل رو تبدیل کرد به آرد اعلا، اسرائیلی که در بینشون هیچ پسولی نیست، و بعد بالا رفت. ابیه لیت لدربی الازار، ابیه که گفت پسولیم از خودشون رفتن ازرا مجبورشون نکرد، ربی الازار قبول نداره. یه سری پسولیم هم بودن که موندن تو بابل. راوا ایت لدربی الازار، راوا که گفت نه ازرا به زور همه پسولیم ها رو برداشت برد، طبق شیطای ربی الازار میره که بابل رو تبدیل کرد به آرد اعلا. ای با ای تیمایی اگه بخوایی من یه جواب دیگه بهت میدم. ده کوله علما ایت لهو ده ربی الازار، هم ابیه و هم راوا ربی الازار رو قبول که دارن که ازرا بابل رو تبدیل کرد به آرد اعلا. به ها خوابه ها قمی فلگی مخلوقت سر اینه مرز آور افروش افروشین هو، ابیه میگه اومد ازرا و این پسولیم ها رو موقتا جداشون کرد که کسی با اینها ازدواج نکنه. پسولیم ها دیدن اینجا کسی نیست باشون ازدواج بکنه، اومی نفشعیهو سلیقو، از خودشون تصمیم گرفتن پاشن بیان بالا، بیان جایی که کسی نشناستشون. از اون طرف اون مرسا و راوا میگه با الکرخیهو اسوق اینهو، ازرا علی‌رغم میلشون اینا رو بالا آورد. بیش لامال من دامر آلو، جور در میاد طبق ابیه که میگه از خودشون اینا بالا اومدن. ها اینو دامر رب یهود آمر شموئل، اینه که رب یهود آمر شموئل میگه کل اراتسوت ایسا لعرس اسرائیل، تموم سرزمین ها خمیر حساب میشه نسبت به عرس اسرائیل. خمیر مخلوطی از آب و آرد و سبوس و خمیر ترش و همه چی قراغاتیه. اینجا هم یعنی سرزمین های دیگه اصل و نسب هاشون قراغاتی نسبت به ارس اسرائیل، و ارس اسرائیل ایسا لبابل، و ارس اسرائیل اصل و نسبش قاطی حساب میشه نسبت به بابل، چون اسرائیلیا شناخت نداشتن از بابلی هایی که اومدن به ارس اسرائیل. پس بابل اصل و نسبش بهتر شد تا ارس اسرائیل. ولی الال مندامر هعلوم، ولی طبق مندامری که میگه علی رغم میلشون ازرا اینا رو به زور اوورد تو ارس اسرائیل، مدا ید اینهو، بعد از اومدنشون به ارس اسرائیل اینها شناخته شده بودن. پس ارس اسرائیل هم باید سلط نقیا باشه. چرا میگی خمیر نسبت به بابل قرقاتیه؟ میگه نهید ید ایل هودارا، میگه درسته که اون دوره پسول های بینشون رو میدونستن، لدار آخرین لو ید ای برای دوره بعد نمیدونستن. و بنابراین حتی طبق راوا ارس اسرائیل حساب میشه که ایسا نسبت به بابل. مهرشا جالبه که یاد میگیره وقتی میگیم آرد اعلا، از آرد خیلی راحت تر میشه یه پسولت رو جدا کرد، در صورتی که اگه پسولت قاطی بشه تو خمیر، از خمیر پسولت رو جدا کردن، ناخالصی رو در آوردن خیلی سخت تره. بیش لما لمنده آمر آلو، جور در میاد طبق ابیه
که میگه این پسولی ها از خودشون بالا اومدن، هاینو دیختی، اینه که پاسوق در عزرا میگه و اقبتم، من اونها رو جمع کردم، ال هنهار هوا ال احوا، به رودخونه ای که اسمش احواه، و نخنه شام یا میم شلوشا، و اونجا اردو زدیم 3 روز، و آوینا، و من اینها رو سنجیدم، حاضر غایبی کردم با عام قوم رو، او و کوهنیم و کوهنها رو که کیا دارن میان ارس اسرائیل، اون میبن لوی لوماتساتی شام، و از فرزندان لوی من کسی اونجا پیدا نکردم، چون از خودشون اومده بودن 3 روز لازم بوده عزرا حاضر غایبی بکنه ببین اینه کیا هستن. الال مندامر هلوم، ولی طبق مندامری که میگه علا رقم میلشون عزرا اینا رو بالا آورد، حامیز هر زهیره. عزرا از اول دقت کرده بود که کی رو داره با خودش بالا میاره، 3 روز برای چی لازمه؟ نهید ایزهور به پسولیم، که من میگه درسته که برحضر بود که پسولیم هایی که بالا اومدن کی هستن، به کشریم لو ایزدهور، ولی برحضر نبود که کدوم کاشرها بالا اومدن، لازم بودم رودخونه اینا رو چکشون بکنه، و اونجا فهمید که لویا بالا نیومدن. رشی میاره لویمی که برای عبودا کردن کاشر باشن پیدا نکرد، به خاطری که اومده بودن لویم ها شست های دستشون رو گاز گرفته بودن، گفتن اخ ناشیر ات شیرشم الادمت نخار، گفتن به نبوخندنصر ما نمیتونیم چنگ بزنیم و سرود بخونیم، الادمت نخار روی سرزمین قریب، و سرود نخوندن. به هر حال حتی طبق مندامری که این از خودشون بالا اومدن، این 3 روز لازم بود که عزرا بدونه کی اومده کی نیومده بین کاشرها، کوهن لوی و اسرائیل، گفتیم کوهنها لوی و اسرائیل بالا اومدن با عزرا، مینا لاند سلیقو، از کجا میدونیم که بالا اومدن؟ از بابل رس اسرائیل دیختیم. پاسوق میفرماید و یه شبو ها کوهنیم و حلویم، نشستن کوهنها لویا اومین ها آم و از قوم، و همه شورریم و هشوعریم و نوازنده ها و دروازبان ها، و هنتینیم و ناتین ها به آرهم در سرزمینشون، و خل اسرائیل به آرهم، و همه اسرائیل ها در سرزمینشون. و این پاسوق داره در مورد گروه اولی صحبت میکنه که بالا اومدن، خلال گری و خروری، خلال ها گرها و غلامای آزاد از بالا اومدن همراه با عزرا. خلال مینالان، خلال ها از کجا میدونی که بالا اومدن؟ دتن یا تو برای تا خوندیم ربیوس عمر ربیوسی میفرماید گدولا خزاقا، خزاقا اینقدر قدرتش قویه که بتدین روش تکیه میکنه، و کسی که چیزی رو دست داره یعنی صاحبش شنمر، او میبینه هکوهنیم بنه خوایا بنه حقوتس بنه برزیلی، از خانواده های کوهنیم ها، این خانواده ها اشرلا قخمی بنوت برزیلی هگیل آدی، که گرفته بودن از دختره برزیلی هگیل آدی ایشا زن گرفته بودن، و یقاره الشمام، و خونده میشن فرزندان برزیلی روی اسم خانواده، اله بیقشو کتابام همیتیخ سیم، اینها اومدن دنبال شجر نامشون که اینا یه خوستار هستن، ولو نیم ساو، و پیدا نکردن، چون بعضی از کوهنیم ها با گریم ازدواج کرده بودن، حالا معلوم نبود کی کاشره کی خلال، وی گوالو مینه کهونا، و اینها از کهانت برکنار شدن، و یومر حتیر شاتا و نخمیا، که خونده شده حتیر شاتا، که رشیخ تسبوم پهن میاره ساقی پادشاه بوده، و باید بوده شراب قبل از این که جلوی پادشاه میاره جلوی همه بنوشه که سمی چیزی توش نکرده، پس بهش هتر میدن که شاتا، که شراب عبد کخاویم رو بنوشه. و یومر حتیر شاتا لاهم، بهشون نخمیا میگه اشر لو یو خلو می قدش قداشیم، شما نمیتونید قدش قداشیم بخورید، اد عمود کوهن لعوریم اولو تومیم، تا دوره ای که یک کوهن بیسته و اوریم و تومیم داشته باشه.
و چون اینجا دوره بعید شنی بود، اوریم و تومیم وجود نداشت، که یعنی تا دوره ماشیخ شما نمیتونید قدشین بخورید به خاطری که شاید شما خلال باشید، ولی بهشون اجازه داد که تروما بخورن و آمر لهم بهشون گفت هره اتم به خزقت خم، شما اون خزاقایی که قبلا داشتید تروما میخوردید و هنوز دارید، و مه ایتم اخلیم و گلا تو بابل چی میخوردید؟ به قدشه گبول تروما میخوردید، افکان نامی به قدشه گبول. اینجا تو ارس اسرائیل هم اجازه دارید تروما بخورید. از اینجایی که گفت و ایگو الو مین هکهونا، برکنار شدن از کهانت، گمارا ثابت میخواد بکنه که خلالیم ها هم همراه با عزرا بالا اومدن از بابل به ارس اسرائیل. گمار میپرسه اولمند آمر معلین می تروما لیوخسین، و طبق منده آمری که اگه شخصی تروما بخوره این یعنی نسل و نسب داره، هانید آخول بی تروما آتو لعصوق اینهو، اینایی که میومدن تروما میخوردن این کهنه های خلال ممکنه بیان اینها رو بالا ببرن و بگن شما بفرما بیا تو بیت المقدس عباده هم بکن. میگه نه، شانیهاتم دریع اخزقا تیهو، اونجا فرق داره به خاطری که خزاقاشون ضعیف شده بود، طبق رشی خزاقاشون ضعیف شده بود، چون کوهنهای دیگه قدشه قادشی میخوردن، اینها فقط تروما میخوردن. توسوت یاد میگیره لفیش بیغشو کتب یخوسیم ولو ماتسعو، چون که شجر نامشون رو میخواستن پیدا بکنن پیدا نکردن، اینجا خزاقاشون ضعیف شده بود. و الا گماره میپرسه من گدول خزاقا، پس وقتی اومد ربی یوسف گفت خزاقا اینقدر قویه که به خاطرش شخصی اگه چیزی داره ما ازش نمیگیری میگیم صاحبشه، منظور چیه؟ وقتی میگیم گدولا خزاقا یعنی به کوهنها درجه بهتری میدیم. اینجا قبلا میتونستن تروما بخورن، حالا میتونن تروما بخورن، چه گدولا؟ میفرماید دم ایقار آخول بی تروما دربانان، میگه اول اینا تو خوسلارس فقط ترومای دربانان میخوردن، اول و صوف آخول بی تروما دورایتا، ولی حالا اومدن تو ارسیسل ترومای دورایتا دارن میخورن. منظور ربی یوسی که گفت گدول خزاقا اینه. و ای باید ایما، یا اگه بخوای بد میگم لعلم هشتانامی به دربانان آخول، که الان هم که ما شک داریم شاید اینا خلالیم باشن، فقط میتونن ترومای دربانان بخورن، به دعورایتا لو آخول ترومای دعورایتا رو نمیتونن بخورن. و خیمسقینان می تروما لیخسین، و این که اگه ما کوهنی ببینیم تروما میخوره ممکنه بگیم شاید این نسل و نسب داره بیاد بره تو بیت المقدس عبادت بکنه، میده اورایتا اگه ترومای دورایتا بخوره، میده ربانان لو مستقینان اگه ترومای میده ربانان بخوره ما نمیایم بهش بگیم بیا برو تو بیت المقدس عبادت بکن. که من میگه ایهاخی مگه دولا خزاقا، اگه اینطور منظور ربی یوسه چی بود که میگفت او خزاقا اینقدر قویه؟ یعنی چی که قویه؟ قبلا ترومای دربانان میخوردن، حالا هم ترومای دربانان میخورن. میگه نه، دمه ایقارا لیکال میگذر میشوم ترومای دورایتا، اول تروما رو تو کجا میخوردن؟ تو خوسلارس، که لازم نبود به خاطر ترومای دورایتا گذر رو بکنیم ترومای دربانان رو نخورن. لبسوف، ولی حالا اومدن تو ارس اسرائیل افل گفته ایکال میگذر میشوم تروما دورایتا، شاید اینجا بگیم گذرا بکنیم ترومای دربانان نخورید، مبادا بیاید ترومای دورایتا بخورید، با این وجود نه گذرا نمی کنیم، به دربانان آخول به دورایتا لو آخول، هنوز ترومای دربانان رو میخوردن ولی ترومای دورایتا رو نمیخوردن. که ما میگه و هاکتیو پاسخ داریم که میگه و یا مرحتیر شاتا لهم، نخمیا بهشون گفت اشرلو یو خلو می قدش هقداشیم، اجازه شما ندارید قدشه قداشیم بخورید، به قدشه هقداشیم هودلو یو خل ها کل میدی نخل، پس اینجا فقط قدشه قداشیم نمیتونستن بخورن ولی چیزای دیگه یعنی حتی ترومای دعورایتا هم برای این خلالیم بگیم مجاز بوده و میخوردن. میگه نه ها خیقامر،
منظور نخمیا این بوده لو میدید میقره قدش، شما اجازه ندارید بخورید نه چیزی که قدش خونده شده، منظور تروما، ولو میدید میقره قداشیم و اجازه ندارید چیزی که قدشیم خونده شده، منظور خزه و شوق شلامیم رو بخورید. لو میدید میقره قدش تختیب، چیزی که قدش خونده شده، پاسخ میگه و خول زار لو یخل قدش، غیر کهن اجازه نداره تروما بخوره، ولو میدید میقره قداشیم و نه چیزی که قدشیم خونده شده، دامر قرا، همونطوری که پاسخ میگه او بعد کهن کیتی هل ایش زار، دختر کهن اگه رفته با یه غیر کهن ازدواج کرده، هی بیترومت حق داشیم لو توخل، اجازه نداره ترومت قدشیم بخوره. و آمر مر و تانه برای تا توضیح میده یعنی چی بیترومت حق داشیم، به مورام مین حق داشیم لو توخل، چیزی که از قدشیم جدا میشه خازه و شوق شلامی مو اجازه نداره بخوره. میفرماید رشی بالای عین عمود الف لو توخل و افیلو زرع الا، حتی اگه بچه نیاره از شوهرش، و شوائل به تاویها و برگرده خونه پدری، خوزرت لی تروما و اینا خوزرت لخازه و شوق، میتونه برگرده تروما بخوره ولی نمیتونه برگرده خازه و شوق شلامین بخوره.